از همین ابعاد میخوایم نگاه کنیم که روحیه بدیم، روحیه به انسان ها بدیم، روحیه هنر، هنر به این زیبایی. هنر زبان نمیشناسه، هنر مرز نمیشناسه، هنر هیچ بریه رو بندریزی نداره، هیچ محدودیتی نداره، هنر جهانیه. و این هنر جهانی رو حالا از ابعاد مختلفش ما میخوایم دوباره شکوفا کنیم، دوباره درون کودک و خردسال، خرد و کلان، پیر و جوان ما دوباره شکوفاش بکنیم و سازش رو دوباره دستش بگیره، صدای زیباش رو دوباره فراخوان کنه و ببره بالا و صداش رو جهانی کنه، دستش به قلم بره برای شعر و نویسندگی و نقاشی، دستش به دوربینش بره برای عکس برداری و هر هنر دیگه‌ای که امکان داره براشون و شکوفاش کنیم. این وظیفه شخصی خودم به عنوان فردی که به هنر بسیار علاقه‌منده و خودم هنر رقص و بازیگری رو بسیار علاقه‌مند بودم و بازی میکردم و میرقصیدم در دوران کودکی و نوجوانی، و با عنوان یک روانشناس و روانکاو و پژوهشگر که چقدر این میتونه امید بده و واقعا دیدیم در یک سال و اندی چقدر عزیزای ما جون گرفتن، چقدر خوب شرکت کردن، چقدر خوب حمایت کردن شرکت کنندگان رو، و چقدر رعایت نزاکت رو ما آموختیم. چون پشت دوباره این حرکت و این پروژه من دوباره سازی فرهنگیه که به جای فحاشی و فحش و یا حسادت و یا زرنگ بازی که چند بار رأی بدیم، یک بار رأی میدیم و تشویق میکنیم هنر و هنرمندانمون رو. و اگرم میخوایم انتقاد کنیم، انتقاد سازنده با ادب و یا چالش اون هنرمند که هنرش رو بهتر بکنیم. و این هدف اصلی منه و سپاسگزارم از شما که تمام این مدت پشت من و ما بودید و ما با هم در کنار هم تونستیم این پروژه رو بهتر و بهترش کنیم.